حالا جدا از قضیه، ما تصمیم گرفتیم بسکتبال رو براش در نظر بگیریم، چون میگفت اصلا تا حالا تو زندگیش از کنار زمین بسکتبال هم رد نشده، حتی تو اوکراین. حتی تو اوکراین تو خونه محمد صداد میکنن یا محمد صداد میکنن یا مملی صداد میکنن؟ چجوری صداد میکنن؟ مملیسی محمد رضا. یه دون رضا میذارم پشتش، یعنی محمد رضا اسمته یا زورشون کرده بودی بعد محمد رضا اسمته. محمد رضا اسمته ولی محمد در واقع محمد بی باک. خیلی خب، بازنده یا یک چیزی بگو در توانم باشه. آره، بذار با توجه به اینکه تو در واقع احتمال باختن زیاده. بله، رو کاغذ. آره رو کاغذ بخوام نگاه کنیم، واقعا تو احتمال باختن زیاده. خب یه تکست یه شعر کوتاه در رابطه با برنامه اون منبعت بگی همینجا. تابلو میشه من تکست هم میخرم که اشکال نداره. من اول بزنم؟ آره آره، هر کی بیشتر از این چهار تا رو بر کرد. قلق خاصی نداره، بریم بزن شما. دوتا از پشت صندلی ریاست راحت تر آزاده فکر میکنی؟ نه، اینجا واقعا زاویهش بدتر، میخوای به جاده عوض کنم ولی واقعا نیست. تو خیلی زاویه بازتری داری بسته. آمدن اعتماد دارم. آمده؟ برو بریم، برو هر جوری که عشقه میکشه. بریم وقت اضافه؟ آره گل طلایی. گل طلایی روسی باید بشه. یه توپ دیگه بندازین برای تصمیم گیری در مرحله همیشه عاشق این بودم. پنالتی. یه توپ دیگه. واقعا وضعیت بغرنجی. خب یه تکست آماده کن راجع به من و رفت. زبا ببینیم. محمد که میگن بی باکه، فامیل لکی لکی بی باکه، هر جا که میره با اون میخنده، اما تو بسکتبال اون پرنده است. حالا تو که حاضر کرده بودی آماده بودی به بازی و بخونی رو بخون ببینیم تو چی حاضر کردی، چون تو تمام مولکول های بدنت میدونست که میبازی. من که مطمئن بودم، من که مطمئن بودم میبرم به چیزی خوندم. امروز چند شنبه با سینا که برنامه میسازه هر هفته با اینا. خب من و سینا که من خوش دیپ تره، پشت صحنه نمیدونی چه خوش میگذره. بعد برنامه از بدی من اینو یادداشت کنم. بعد برنامه نگی شخصیت من بودارون، کافیه فقط بدم پایین من ابروهامو. خب میبینی چه آدم تخسی هم تو، هم که چقدر سوال میپرسی. خب اینو میتونی تون تون پشت سرم بگی کلام؟ نه نمیتونی. سوال بعدی. جزو رپرهایی هستش که بین هر بیت شعرش 3 دقیقه فاصله است. سینا تو چند شنبه برنامه میسازه با اینا. نه، امروز چند شنبه با سینا که برنامه میسازه هر هفته با اینا. خب من چیزا شما من و سینا که من و سینا که همه خوش دیپ تره، پشت صحنه نمیدونی چه خوش میگذره. بعد برنامه نگی شخصیت من بودارون، کافیه فقط بدم پای من ابروامو. میفهمی چه شخصیت تخسی هم، تو هم که چقدر سوال میپرسی. اه مرسی. اه خدای مال من بهتر بود. دمت گرم، کلی حال کردیم، کلی خوش گذشت. امیدوارم که تو اوکراین برنامه های آموزشی بیشتری رو داشته باشی و من رو هم همیشه لحاظ کن موقعی که داری
موقع آموزش من رو هم در نظر بگیر. قربونت برم.